میخوام اول از شما عزیزان سوال کنم یه چند تا جواب بگیرم چرا شما خدا رو شکر میکنید برای چی بلند فقط تو دلتون نگه بله یکی یکی جان به خاطر نجاتی که مسیح داده بله دیگه برای محبت بله به آرامش برسیم بله آمین آمین آه. دیگه برای محبت روزانه سلامتی بر خب نکاتی که میگی در آن من اعلام میکنم همه اینا تو این هست که تعریف ما از هستش برای سلامتی های ما برای شفایی که یافتیم برای برکتی که گرفتیم برای شرایط خوب زندگیمون برای رهایی از مشکلاتمون برای خانوادهمون برای کارمون برای دوستان فامیل برای هر چیزی که داریم و یا برای هر چیزی که عزیزان ما دارن برای سرزمینی که در اون زندگی میکنیم برای قوانین خوب دولتی که میتونه در اون سرزمینی که هستیم ما رو حمایت میکنه و اون امکاناتی که ما میده برای رحمت خدا به من به ما برای برکت خدا به ما برای نجات و رستگاری ما و همچنین برای اینکه خداوند جهان را اینگونه زیبا آفریده گاهی شو گذاری ما مقایسه ای میشه قیاس میکنیم با موقعیتی که اطرافمون هستش شخص و یا افرادی که در یک شرایط و یک جامعه ای هستند که موقعیت بدی رو دارن پس خودمون رو در موقعیت اونها قرار میدیم بی... می میبینیم چقدر شرایط و امکانات ما بهتر از اونها هستش پس چون من جایگاه خوبی هستم میگم توی اون جایگاه بد نیستم توی اون شرایط بد نیستم من میگم خدای شکر که من اونجا نیستم شاعر اعلام میکنه مسکینی دیدم با کفش پاره شکر میکرد مسکینی دیدم که با کفش پاره شوک میکرد خدا را. گفتم کفش پاره که شوک کردن نداره. گفت یکی شوک میکرد دیدم که پا نداره. و گاهی ما اینگونه در حضور خداوند برای شوک گذاری میریم. و یا اتفاقای توی زندگیمون میافته که تصور میکنیم میتونست از این بدتر بشه بنابراین چون بدتر نشده شو گذاری میکنه این و پیر زنی که کشاورز بودن و دیگه از نظر شرایط مالی موقعیت خوبی نداشتن یه شخصی بهشون میگه اگر شما هدیه‌ای به پادشاه بدید اون پادشاه به شما هدیه بهتری رو خواهد داد که گاهی این کارا هنوزم رسم هستش یه هدیه بهتر رو میدیم به یه هدیه رو به یکی میدیم که هدیه بهتر رو از اون بگیریم و به طور خاص برای رؤسا بر حال این پیرزن پیر مرد فکر میکنم پیر مرد میگه به نظر من یه گونی پیاز برم بدم به این پادشاه پیرزن میگه آخه این چه کاریه چه که بهتره زمستون درست میکنه میخوره بر حال تو این بحث بر پیر مرد قالب میشه برای این خانومش میگه من یه گونی پیاز میبرم وقتی میره کاخ و میخواسته پادشاه رو ببینه به پادشاه خبر میدم پادشاه اون روز خیلی عصبی بوده و اونو نمیپذیره ولی میام میگم پیره خیلی اصرار میکنه میگه چی کار داریم به من میگه یه گونی براتون پیاز آورده میگه یه گونی برای پادشاه یه گونی پیاز آورده اون که عصبی هم بود میگه اونو بذارید بسط قصر با تک تک اون پیازا محکم بزنید تو سرش طوری که این پیازا عوصد نصف بشه و همین کار هم میکنن پیازا رو میرن سربازا محکم میزدن تو سر این پیرمرد تا این پیازا نصف بشه این پیرمردم میگفته خدایا خدا یا شکرت خدا یا شکرت یکی این سربازا میگه برای چی دیگه خدا رو شکر میکنی تو هدیه آوردی الان داره تنبیه هم میشی میگه خدا رو شکر میکنم که چقاندرا رو نیوردم و گاهی هستش که ما شوگذاری توی زندگی هامون این گونه هستش